خیلی خوب سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز روزگارتون بکام امروز پنجشنبه هفته همه پنشنبه هفته همه بهمن ماه سنه دو در ایران و خدمت شما از بکنم که برابر با 6 فوریه 6 فوریه 2020 اینجا در میشیگان ششم از 6 فوریه 2020 الان ساعت 11 و 57 دقیقه صبحه یعنی 3 دقیقه دیگه میشه ظهر و هوا هم سرد اینجا دیروز برف اومده یه 4 5 سانت برف اومده امروز هم الان هوا 4 5 درجه زیر زیر صفره و هوا یکم سرده و خدمت شما از بکنم که همونطور که دیروز وعده کرده بودم یک سلسله مباحثی رو من شروع میکنم در باب سابقه تاریخی کودک نوازی در ایران یعنی که به صلاح در عرفه در لفظ مردم بهش میگن بچه بازی میخوام ببینم که این چقدر سابقه داره در ایران و چه زمانی شروع شده و به کجا خواهد شده و در دوره‌های متعددی تاریخی به چه صورت بوده خب میدونید ما ایرانیا یه عادتی داریم که همه چیز رو مخفی می‌کنیم و همه چیز رو درباره اش صحبت نمی کنیم به گمان اینکه مثلا با صحبت نکردن درباره موضوعی این اون موضوع دیگر وجود نخواهد داشت برخلاف جاهای دیگه و کشورهای دیگر که اگر چیزی هست خیلی علنی و خیلی مستقیم درباره صحبت میکنن و هیچ پنهانکاری ندارن ما معمولا عادت داریم که پنهانکاری بکنیم و چیزی رو درباره صحبت نکنیم خب من یه موقع دانشجو بودم در هلند ما یه استادی داشتیم میگفتش که در دهه هفتاد میلادی یعنی در حدود سال قبل ایشون میگفتش که من خونه پدر گیر می رفتیم میرفتم دستشویی نداشتند و ما در صد یه سطحی بود اونجا و اونجا کار دستشویی رو برای ما انجام میداد و هیچ چیزی هم نداشت هیچ خجالت هم نمیکشید و خیلی مستقیم و بدون پرده نرفو می‌زد. و چیزهای دیگه و مسائل دیگری بود که یعنی مخفی نمی کنند این مسائل رو و به صورت خیلی آشکار درباره صحبت می کنند اما ما ایرانی ها متاسفانه این عادت رو نداریم و همه چیز رو مخفی می و هاشا می و انکار می‌کنیم و یکی از این مسائلی که ما خیلی هاشا میکنیم و این کار میکنیم همین مسئله بچه بازی است که در ایران سابقه طولانی دارد و خب حالا میگن که اصل این در چیز بوده در یونان بوده در یونان این عمل رواج داشته و همون عشق افلاتونی که عشق افلاتونی البته میگن بدون آمیزش جنسی بوده و, و بعد هم میگن ترکان به ایران آوردن و من خیلی نمیدانم که سابقش دقیقا از کجا بوده و از کی شروع شده ولی در متون متعدد تاریخی که ما از حداقل هزار سال هزار و ست سال دویست سال قبل در دست داریم در همه جا اینا به صراحت در مورد این مسئله صحبت شده و بهش اشاره شده و بدون هیچ پرده پوشی و خجالتی در این باره صحبت کردن و حتی آداب اینی که مثلا چجوری با جنس مخالف که نه مثلا با هم جنس خودت نزدیکی بکنی و چجوری معاشرت بکنه اینا رو توضیح دادن مثل سیاست نامه خارج نظام ملک و کتابهای دیگه در این باره صحبت کردم و کاملا بدون چیزی هم نبوده هیچ مایه شرمساری و خجالت هم نبوده و, کاملاً بط... ب... کاملا در این مورد به سراحت صحبت کرده. خدمت شما از بکنم دوستانی که این ویدیو رو نگاه میکنن اگر اشکالی در صدا یا تاثیر بود لطف کنن اینجا یه کامنت بذارن که, مت... که من متوجه بشم چون من خودم الان هیچ متوجه نمیشم اگر اشکالی باشه اگر من دارم از اینترنت پر استفاده میکنم و ظاهرا مشکلی نباید باشد ولی لطف کنن اگر مشکلی بود این رو اطلاع بدن بعد خدمت که من تصدیق بکنم بعد بزرگان خیلی از بزرگان شعر و ادب مثلا حافظ حافظ هم بوده حافظ صراحتاً من به عنوان کسی که درباره حافظ کتاب کتاب نوشتم و تحقیق کردم خدمتتون عرض میکنم که حافظ هم بچه باز بوده سعدی هم بوده و بسیاری دیگر از ایرج میرزا و بسیاری از بزرگان و این کاملا مص... چیز بوده عادی بوده کاملا چیز پنهانی نبوده در اشعار حافظ هست در اشعار سعدی هست به سراحت هست ایرج میرزا رو که خودتون همه و اینا استثنا نبودن یک چیز عادی بوده است عادی بوده است و من الان شنیدم که در مثلا در عربستان سودی و کوویت اینا هم هست و حتی در افغانستان حتی به صورت ازدواجه یعنی پسر بچگان رو آرایش میکنن و کاملا رواج داره. خب افغانستان هم جزو ایران بوده دیگه یعنی این چیزی نیستش که ما بخوایم پنهان بکنیم و نمیدونم الان در ایران بشه صورت اما سی چه سال قبل بود که من در ایران بودم من خودم دیدم خیلی از این. اشخاصی رو که دنبال این کارها بودن خیلی بودن و کم هم نبودن و خیلی زیاد هم بودن و علت اصلیش هم من فکر میکنم این بوده که ما از اول مشکل چیز داشتیم مشکل یعنی مشکل ارتباط بین زن و مرد بوده زنان در خانه ها بودن و مردان در بیرون بودن و ارتباط بین این دو جنس خیلی مشکل بوده نمیتونستن با هم دیگه تماس داشته باشن برخلاف جوامع غربی و به همین خاطر این بچه بازی در ایران شیوع پیدا کرده و پیدا کرده و رواج داشته برخلاف کشورهای غربی و این بچه بازی که در ایران هست برخلاف این چیزی هست که در قربه به اصطلاح همجنس گرایی در اینجا به اصطلاح حالت یک نوع چیز خاص رو داره یک کسایی گرایش خاص همجنسی دارن که با همجنس در تماس باشن ولی در ایران اینطور نبوده این فکر میکنم که علتش فقط عدم دسترسی به جنس مخالف بوده و به خاطر این این مسئله حادث می شده و بعد اگر امکان داشته که طرف با جنس مخالف با خانم ها و دخترها تماس داشته باشه دنبال اون کار نمی علت اصلیش این بوده خیلی خب ما اینو از تاریخ به حقیق شروع می و بعد من به چه منابع دیگر هم خواهم رفت یک این داستان مثلا اینجا داستان معشوقه های مرد، البته معشوقه برای زنها باید گفتون هی آخرش ولی حالا ما معشوق مرد مثلا که اینها داشتن در دوره قزنویان اینو به نقل از تاریخ بیحقی دو سه صحبت اینو میخونن و معنی اینو و ببینید که بیحقیش چگونه بدون هیچ خجالت و بدون چیزی چون خیلی مسئله عادی بوده و نیاز به پنهانکاری نبوده و به صورت خیلی چیز انجام میشده به صورت خیلی واضح و آشکار انجام میشده و داستان سلطان محمود و عیاز که خیلی مشهوره و البته این استثنا نبوده و همین داستان هم درباره سلطان محموده درباره سلطان محموده درباره غلامی که اسمش تغرل بوده خب بیهقی میگوید که حالا در روی متن بخونیم و به من متن رو توضیح میدم این غلامی بود که از میان اسم غلام تغرول بوده ذکر قصه هازال تغرول هازال غلام تغرول الازودی. این غلامی بود که از یعنی داستان این غلام تغرل. این غلامی بود که از میان هزار غلام چونو بیرون نیاید به دیدار و قد و رنگ و ظرافت و لیاقت خب میگه این غلام یک غلامی بود که همونطور که متوجه شدی که از در بین هزار تا غلام یک مثل این نمیشود از هر نظر از نظر دیدن او یعنی زیبایی ظاهر، قد، رنگ، سفیدی، زرافت و لیاقت. و او را از ترکستان و او را از ترکستان خاتون ارسلان فرستاده بود. خانمی به اسم خاتون ارسلان اینو فرستاده بود به نام امیر محمود برای امیر محمود فرستاده بود به عنوان هدیه. <تص> و این خاتون عادت داشت و این خاتون عادت داشت که هر سالی امیر محمود را قلامی نادر و کنیزکی دوشیزه خیاره فرستادی بر سبیل هدیه خب میگه این خاتون کاملا مشخص بود عادت داشت که هر سال برای امیر محمود یک قلام نادر کمیابی یک قلامی مثلا قلامی که وزگرد یک قلامی که خیلی زیبا باشه خوشندام باشه زریف باشه و کنیزکی دوشیزه دوشیزه و یک کنیزی که به صلاح گزیده و دوشیزه باشد گزیده یعنی انتخاب شده منتخب مثل مثلا چه میگه من چیزایی که الان انتخاب میکنن مثل چیزایی که الان انتخاب میکنن هر سال در خانم که هر سال در جهان انتخاب میکنن دختر شاهسه و دختر زیبایی هم چه چیزی دوشیزه هم که باکره که این میگفت هر سال بر سبیله هدیه یعنی به رسم هدیه هر سال برای امیر محمود یک غلام و یک کنیز میفرستاد که هم غلام و هم کنیز هم مردو زیبا و ظریف و دلپسند و سرامت بودند امیر این تغرور رو بپسندید امیر این تقرور را بپسندید امیر منظور چیه سلطان محموده میگه سلطان محمود این تغرور رو بپسندید و خدمت شما از بکنم خوشش اومد و در جمله هفت و هشت قلام که ساقیان او بودند پس از عیاز بداشت خب این امیر محمود سلطان محمود غزنوی هفت هشت قلام داشت که اینها ساقی او بودند و عیاز گفتیم که به عیاز زلبستگی خاصی داشت پس از عیاز بداشت یعنی این هفت 8 تا چیز که بودند این بعد از ایاز بود اول عیاز بود چون به ایاز علاقه خیلی زیادی داشت پس از عیاز این تغر رو قرار داد به خاطر زیبایی و ملاحتی داشت و سالی دو برآمد یعنی دو سالی گذشت. یک روز چنان افتاد که امیر به باغ فیروزی شراب میخورد باغ فیروزی هم یه باقی بوده که در خیلی باغ با ذبی رو در همین باغ هفت کردند. یک روز چنان و یک روز امیر امین سلطان محمود در باغ فیروزی شراب میخورد داشت شراب میخورد بر گل، انگام بهار بوده احتمالا و چندان گل صد برگ ریخته بودند که حد اندازه نبود باغم پر از کرده بودن. گل کرده بودند گل صد برگ و این ساقیان ماهرویان عالم به نوبت دوگان دوگان می آمدند و این ساقیات دو به دو می اومدند دو به دو می اومدند این, این چیزای فستیوالای های چیز هستش که نمایش موده است لباس رو نمایش میدن که خانوم ها دوتا دوتا می, می آمدن حالا شما اینجا ببین که اینجا اسم از هیچ دختری نمیبره پسرها هستن که ساقی هستن و خب این علت بچه بازی بوده چرا دخترها رو نمیاره من شهری که وجود نداشته برای اینها که خب چرا دخترها نیستن و پسرها هستن کاملا مشخصه این تورول در آمد قب... ق... اینجا نوشته قبال ولی فکر کنم چیز باشه قبا باشه قبای لل پوشیده یه قبای لل پوشیده ل... ل... للم که میدونید تو رنگ لل یه چیز بین سرخ و زرد و سبز رنگ خاصی قبای لل پوشیده و یار به قبای فیروزه داشت دو نفر دو نفر که میمدن این تغرل اومد با دوستش این قبای لل پوشیده بود و اون قبای فیروزه داشت و به مشغول شدند و مشغول شدند شراب بریزند برای سلطان و مهمانانش هر دو ماه روی هر دوشون هم خیلی زیبا بودند تغرل شرابی رنگین به دست به اصطاد تغرل و اصطاد با یه شرابی که رنگین بود حالا چه رنگی بوده اینجا توضیح نداده اصطاد که منتظر بود که چه کسی میخواد شراب بنوشد و برای او بریزد و امیر یوسف را شراب دریافته بود این امیر یوسف برادر همین سلطان محموده و امیر یوسف را شراب دریافته بود مست شده بود شراب نوشیده بود و مست شده بود چشمش بر وی بماند نگاش کرد و خوشش اومد و عاشق شد بهش نگاه کرد و عاشقش شد به یک نظر و هر چند گوشید و خیشتن را فراهم کرد چشم از وی بر نتواند بر نتوانست داشت هر چه آدم تلاش کرد که نگاه نکنه اصلا خودداری بکنه و نگاه نکنه نتوانست و یک سره داشت بهش نگاه میکرد در واقع خیلی زیبا بود این غلام تغرل و امیر یوسف نتونست خوش کنترل بکنه و نگاه کردن خودشو به اون کنترل کنه در مجلس سلطان و امیر محمود دوزیده می نگریست و سلطان محمود یواشکی داشت نگاه می کرد که این داره چه می کنه یه سره زل زده به این تغرل و شیفتگی و بیهوشی برادرش را میدید و تقافلی میزد و میدید که برادرش چقدر شیفته شده چجور زوز زده و نگاه میکنه به این غلام و خودش رو و تقافلی میزد و خودش رو به اصطلاح طوری وانمود میکرد که من حواسم نیست و من نمیبینم تو داری چیکار کار میکنی تقافلی میزد خودش رو به بیخبری میزد خودش رو به اون راه میزد در واقع تا که ساعتی بگذشت تا ساعتی یک ساعتی بگذشت پس گفت بعد یه ساعت بس گفت ای برادر تو از پدر کودک ماندی گفت ای برادر من تو موقعی که پدرم مرد تو کودک بودی خورتال بودی موقعی که پدرم مرد و گفته بود پدر به وقت مرگ عبدالله دبیر را و پدرم در هنگام مرگ به عبدالله دبیر گفته بود که چه پیغامی داده بود گفته بود که مقرر است که محمود ملک این را نگه دارد. ملک نگه دارد که اسماعیل مرد آن نیست محمود را از پیغام از پیغام من بگوی که مرا دل به یوسف مشغول است و وی را به تو سپردم گفت که پدرم پیغام داده بود به عبدالله دبیر که اسماعیل مرد این کار نیست و محمود ملک قزنین را نگه دارد که همین سلطان محموده و از جانب من محمود را از پیغام من بگو محمود از جانب من به محمود بگو که من نگران یوسف هستم من دلم برای یوسف نگران است دل نگران یوسف هستم و وی را به تو سپردم و اونو به تو سپردم باید که وی را به خوی خیش برآوری باید همونطور که خودت طبع خودت طبع اخلاق رو تربیت بکنید و چون فرزندان خیش عزیز بذاری مثل فرزندای خودت اونو عزیز نگه داری. و ما تا این قایت و ما تا این قایت دانی خب این چیز نقل قول سلطان محمود تموم میشه و پدر سلطان محمود تموم میشه و بعد از اینکه ذکر نقل قول پدرش رو میکنه حالا خودش میگه و ما تا این قایت یعنی تا این روز تا این وقت دانی که به راستای تو چند نیکویی فرمیدی میدونی که تا الان چقدر بهت خوبی کردیم چقدر ازت مراقبت کردیم و مواظبت کردیم و پنداشتیم که با ادب برآمده ای فکر کردیم که با ادبی فکر کردیم که تربیت و ادب داری و نیستی چنان که ما پنداشتیم ولی اونطور که ما فکر کردیم نیستی و آدم بی ادبی هستی در مجلس شراب در غلامان ما چرا نگاه میکنی؟ در مجلس شراب خاری ما در اینجا که آمدی چرا به غلامای ما نگاه میکنی؟ چرا؟ تو را خوش آید که هیچ در مجلس شراب در غلامان تو نگرد خوشت میاد که یک نفر در مجلس تو به غلامای تو نگاه بکنه خوشت میاد از این کار و چشمت از دیر باز بدین تغرل مانده است خیلی وقت داری به تغرل نگاه میکنی من حواسم هست چشمت از دیر باز یعنی از دیر وقت تالا داری به تغرل نگاه میکنی و اگر حرمت روان پدرم نبودی تو را مالشی سخت تمام برسیدی و اگر به خاطر روح پدرم نبود تو رو به سختی چیز میکردم تو رو به سختی چیز میکردم تنبیه میکردم اگر حرمت روان پدرم نبود تو رو به سختی تنبیه میکردم این یک بار کردم و این غلام را به تو بخشیدم که ما را چنو بسیار است میگه این یه بار رو به بخشیدم دیگه خیلی چیز ندارم خیلی سخت نمیگیرم این یک بار رو به تو بخشیدم و این غلام به تو بخشیدم که ما از این غلام ها زیاد داریم من این غلام به تو بخشیدم که ما از این غلام ها زیاد داریم و این یک بار عفت کردم هوشیار باش تا بار دیگر چنین سهم نیفتد که با محمود چنین بازی ها نرود ولی حواست جمع باشه که دوباره همچین اشتباهی نکنی که با محمود این بازی ها نرود که با محمود آدم نمیتونه با کسی مثل من یعنی محمود تو نمیتونی این کارها رو بکنی و این اصلا این فیلما رو در بیاری و این کارها رو نمیتونی بکنی حواست رو جمع کن و این حرفا رو سلطان محمود به کی میگوید به برادرش میگوید سلطان محمود این حرفا رو به برادرش یعنی یوسف میگوید یوسف متحیر گشت و بر پای خواست و زمین بوسه داد و گفت توبه کردم ونی چنین خطا نیفتد خب یوسف خیلی متحیر شد چون فکر میکرد که کسی نمیبینه که این داره نگاه میکنه به طغرل متحیر شد بلند شد و زمینو بوسید و گفتش دیگه این یک بار اشتباه شد و دیگر این کار رو نخواهم کرد این بار آخر بود و دیگر این کار رو من نخواهم کرد این خطا رو دوباره من مرتکب نخواهم شد امیر گفت بنشین بنشست امیر گفت نه حالا بشین و یوسف هم بنشست و آن حدیث فرا برید و نشات شراب بالا گرفت و یوسف را شراب دریافت بازگشت شراب دریافت بازگشت خب میگه که سلطان محمود حرفو قطع کرد دیگه اون مطلب رو ادامش رو نگرفت و گفت بشین و نشستن با هم دیگر شراب خوردند و نشاط شراب به مشغول شدند و نشاط و شادی داشتن و در نهایت یوسف بازگشت رفت خونه خودش مجلس تمام شد رفت خونه خودش امیر محمود قادمی خواست را که او را صافی میگفتند و چنین غلامان به دست او بودند آواز داد و گفت تورور را نزدیک برادرم بفرست خب سلطان محمود چه کرد؟ سلطان محمود یکی از این غلامان رو که اسمش یوسف ساپی بود و مسئول این غلاما بود به صدا سرپرست این غلاما بود صدا کرد و گفتش که این تغرور رو بفرست پیش برادرم بفرست پیش یوسف برای او بفرست بفرستاند... بفرستادندش و یوسف بسیار شادی کرد و بسیار چیز بخشید خادمان را و بسیار صدقه داد حالا ببینین فرستادن برای یوسف و یوسف بسیار خوشحال شد و خیلی به خادمان هدیه داد و پول داد و علام داد و بسیارم شادی کرد خب و این قلام را برکشید و حاجب او شد و این قلام رو هم ارتقای درجه داد مقام بهش داد و حاجب هاج یعنی پرده دار حاجب از حج میاد از هجاب میاد از پرده میاد و پرده او شد یعنی مقامی هم بهش داد و عزیزتر از فرزندان داشت و از فرزندان خودش هم عزیزتر نگه می داشت خب اینجا ببینید اینجا در این دو, کل... در این دو جمله بعدی کاملا مشخصه که این جریان جریان بچه بازیه حتی جریان صورت پسندی هم نیست که فقط کسی رو آدم دوست داشته بخ... باشه به خاطر اینکه طرف زیبا تزا اون هم نیست و بیش از آن است خب جریان بیش از آن است جریان فقط صورت پسندی نیست جریان کاملا بچه بازی است میگه که و چون شب سیاه به روز سفیدش تاختن آورد، خب چون شب سیاه به روز سفیدش تاختن آورد یعنی چی؟ یعنی موقعی که ریشش در اومد. خب تا موقعی که ریشش در ننیومده بود، بچه سال بود صورت سفید داشت و بهسلام مثل صورت خاوم ها ولی میگه چون شب سیاه به روز سفیدش تاختن آورد و یعنی وقت که ریش در آورد خب، حتی که ریش در آورد دیگه اون زیبایی آدم از دست میره دیگه حالت مردانه پیدا میکنه دیگه حالت کودکانه ندارد حالت مردانه پیدا میکنه میگه چون ریشش در آمد و آفتاب را کسوفی افتاد ببین بازم اینجا تعبیر شاعرانه است و آفتاب را کسوفی افتاد بس مثل که مثلا این ریش میاد جلو این کسوفی که بر آفتاب واقع میشه این ریش در آوردن رو به این تشبیه کرده مثل کسی که این ریش در باعث شد که آفتاب صورتش چی دیگه به اون صورت قابه به صورت قبل زیبا نباشد ریش در آورد از حالت کودکی و زیبایی درآمد و حالت تقریبا مردانه پیدا کرد خب میگه وقتی که این حادث شد خب خب وقتی هم که دیگه اون زیبایی رو نداشت این آقا دیگه تمایلی به این تغرل نداشت همین کاملا مشخصه که بحث بحث کودک نوازی و بچه بازیه. خب میگه وقتی به این مرحله رسید و ریشش در آمد از خاندانی با نام زن خواست خب از یه خانواده خیلی خوبی هم برای زن گرفت و در عقب نکاح و, نکاح عروسی وی تکلف های بیمحل نمود خیلی هم در عقد و عروسی این عقد و عروسی این تغرل خیلی هم ریخت و پاش کرد خیلی ریخت و پاش کرد و خیلی پول خواهش کرد به اصطلاح چنان که گروهی از خردمندان پسند نداشتن که یه دی از خردمندان از این خوششون نیامد از این کار خوششون نیامد گفتن این خوب نیست چه چقدر ریخت و پاش کردی؟ اونم واسه غلام چه ارزش مثلا داشته که این همه ریخت و پاش کردی. و جزا و مکافات آن مهتر آن آمد که باز نمودن میگه قبلا گفتم که چه جزا و مکافاتی بهش رسید حالا اینجا میگه قبلا گفته ما اطلاع نداریم قبلا چی گفته در این مورد خب در مورد این تورول ادامه میده پس از گذشتن خداوندش یعنی بعد از مرگ امیر یوسف چون درجه گونه یا و نواختی از سلطان مسعودی درجه ای گرفت یه سمتی هم پیدا کرد و یکم هم سلطان مسعود اینو بهش رسیدگی کرد سلطان مسعود پسر سلطان محمود دیگه بعد از سلطان محمود سلطان مسعود به قدرت رسید یه درجه ای هم به این داد و یه سمتی هم به این داد و و یه به نواخت یعنی یه چیزی هم بهش داد یه مال و منالی یا کمک های چیزی هدیه ای هم بهش داد بعضش یه مقدار به خوب شد اما ممقود شد ممقود یعنی مورد غضب واقع شد کالا چه کار کرده چه گفته من نمیدونم اینجا توضیح نمیده به حقیقت چطور شده اما ممقود شد هم نزدیک وی هم به هم نزدیک بیشتر از مردمان بیشتر از مردمان یعنی بیشتر مردمان هم نزد سلطان مسعود مقبول شد و هم بیشتر مردم دیگه از این خوششون نمی حالا چه کاری کرده من این رو اطلاع ندارم و ادبار در وی در پیشید ادبار یعنی بدبختی بیچارگی پوش کردن زمانه به وی یعنی روزگارش ناخوش شد که زمانه با اون اسا و گذشته شد به جوانی روزگارش در ناکامی و در جوانی روزگار جوانیش به ناکامی سپری شد و عاقبت کفران نعمت همین است و عاقبت کفران نعمت. هر کسی که میگه به میگه که هر کسی که کفران نعمت بکنه کنه عاقبتش همینه به ادبار و ناکامی و بیچارگی و بدبختی میافتد و این است تمام شد این 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 خب این سند کاملا مشخص میکنه که مثلا ما در قرن ما میدونیم که قرن پنجم نوشته دیگه در نیمه قرن پنجم نوشته به حقی تاریخ به حقی رو ما از همینجا به سادگی سادگی می میبینیم که در اون دوره این رواج داشته است حالا خب ما اینو خوندیم که هم یه نص تاریخی هم نص نصر فارسی زیباست و هم یه سند تاریخی اینو امروز خوندیم حالا ببینیم بعد از این دنبال چه خواهیم رفت فعلا روز و روزگارتون خوش من خواهم برگشت بعد شاید 15 دقیقه 20 دقیقه دیگر با مطلب شاید در همین مطلب یا شرح جریان نبرد دندانگان فعلا روز و روزگارتون خوش